آمادگی ها برای انجام مذاکرات میان دولت افغانستان و گروه طالبان در حال جریان دارد که احتمال می رود در ظرف دو هفته آینده تحولات عمده در عرصه شکلگیری این مذاکرات عرض وجود کند. طبق گزارش ها محل و یا شهر برگزاری این مذاکرات تا کنون مشخص نشده است. دلیل آماده شدن طالبان در شرکت در این مذاکرات موضوع صحبت ما با مهمان این ساعت برنامه از کابل است. آقای وحید مژده تحلیلگر سیاسی از استودیوی کابل با ما هستند. آقای مژده سلام به شما و تشکر از حضورتان در برنامه. طالبان در واکنش به خبرها و گفته های مقامات در مورد مذاکرات صلح امروز باز هم یک اعلامیه متفاوت از هر زمان دیگر نشر کردند و او را رد کردند و بیان داشتند که چنین مذاکرات جریان نداره. برداشت شما از این اعلامیه و موضع‌گیری طالبان در قبال مذاکرات چیست؟ در رابطه با اعلامیه طالبان باید گفت که ما در این اعلامیه هم نکات مثبتی را می‌بینیم که نمایانگر یک تحول انشالله مثبت در بنفع افغانستان خواهد بود. اولین بار است که طالبان اشاره می‌کنند به اینکه ما در گذشته هم خواستار صلح بودیم و همین خود این مسئله نشان می‌دهد که یعنی در آینده هم ما در رابطه با صلح موقف جدی داریم. این که میگن که ما در قطر یا در جاهای دیگه مذاکراتی را انجام دادیم با کشورهای مختلف خودش نمایانگر ای است که طالبان میخوان بگویند که تنها یک گروه نظامی نیستن بلکه در بخش سیاسی و در جهت رسیدن به صلح از راه سیاسی هم اینا فعال هستند. ما در این اعلامیه بیشتر از اینکه نکات منفی رو ببینیم نکات مثبت رو بیشتر می‌بینیم. بله خب برخی تصمیم طالبان را به آماده شدن به انجام مذاکرات با حکومت افغانستان اعتبارش را به پاکستان میدن. فشاری که پاکستان بر این گروه آورد بعد از وقوع واقعه انتحاری در شهر پشاور و همچنین رخ نکردن گروه دولت اسلامی به منطقه که باعث منزوی شدن گروه طالبان و تهدید هم به این گروه به شمار میره. واکنش شما در قبال این موضوع چیست؟ فکر میکنید طالبان روی اهداف آماده مذاکره شدن؟ بدون شک در رابطه طالبان با پاکستان اگر هیچ چیز نباشه همین موضوع انتقال زخمیایشان به شفاخانه‌های خصوصی در پاکستان امی هم یک اجازه می‌خواد از جانب دولت پاکستان یا در حقیقت نادیده گرفتن امطور یک مسائل بله. که به نظر میرسه از جانب پاکستان فشارهای بر اینا وجود داره. از جانب دیگه موضوعات دیگه هم در اینجا هست، این که به هر حال نیروهای خارجی قرار است از افغانستان خارج شوند و طالبان شرط اولشان همی است که باید با آمریکایی ها مذاکره کنند. وقتی نیروهای خارجی در سال 2016 در اخیر سال 2016 از افغانستان خارج میشن دیگه دلیلی برای جنگ در افغانستان باقی نخواهد ماند. بله طالبان این مسئله را کاملا متوجه هستند که در اون زمان شاید آقای مژده شما در یک مصاحبه خود مغایر این موضوع را بیان داشتین. شما گفته بودین که در دیدار اخیری که با طالبان داشتین این گروه دیگه علیه امریکا نیستن، میخوان فعالیت نظامی امریکا در افغانستان کم شود ولی کمک ها جریان پیدا کنه. اولا آیا شما مستقیما با طالبان در تماس هستین و دوما برداشت شما از این موضوعی که خود شما بر رسانه ها ابراز داشته بودین چیست؟ ما اصلا تو یک چیزی را به یاد من نمیاد که ما گفته باشم که اونا چنین موضعی دارن. اونا موضعشان از قبل هم مشخص بوده، نیروهای خارجی باید از افغانستان خارج شوند و روی این مسئله تاکید دارن. تا جایی که ما تعقیب کردیم این مسائل طوری که من میدانم اونا شرط اولیشان مذاکره با امریکا هست و امریکایی ها هم البته به اینا وعده دادن، این مسئله را گفتن که در سال 2016 پایان سال 2016 پایان ماموریت امریکا در افغانستان خواهد بود. حالا اینا میخوان که از یک کشور قدرتمند مثلا از چین، کشوری که در شورای امنیت ملل متحد دارای عقیبی تو هست، بیشتر میخوان که اینطور یک کشور هم در این پروسیسور ضمانت بکند و به نظر من همین مسئله موجود میشه که اینا به کشور مثل چین نزدیک شوند. در رابطه با پاکستان باید گفت که بیشترین فشار از جانب پاکستان فعلا این است که باید مذاکرات در قطر صورت نگیره. تا جایی که من اطلاع دارم پاکستانی ها در تلاش هستند اگر مذاکرات اگر در جای غیر از قطر مثلا در دبی صورت بگیره یا در یک کشور دیگه، حتی در خود پاکستان و در این رابطه با آقای اشرف غنی هم مثلی که هماهنگ کردن کار. بله خب آقای مژده شما باز هم به این سوال پاسخ ندادین، آیا شما در ارتباط مستقیم با مقامات طالب قرار دارین و همچنین فکر میکنین که اگر این مذاکرات طوری که رئیس اجرایی تایید کرد تا چند روز دیگه آغاز شود طالبان با چه موضوعات وارد این مذاکرات میشن، چه خواسته هایی دارن در روز اول این مذاکرات، چه موضوعاتی از جانب گروه مطرح خواهد شد؟
در رابطه با اینکه مستقیما ما ارتباط داشته باشیم چنین چیزی نیست و اصلا ما عضویت دفتر قطر اینا رو ندارم که اونجا باید مذاکرات صلح صورت بگیره و ما در رابطه با مسائلی که اونا چی مطرح خواهند کرد نمیدانم. فقط یک نکته را خدمتتان عرض میکنم که زمانی که مثلا ما به گذشته ببینیم، زمانی که مذاکرات صلح ویتنام در پاریس قرار بود شروع شود، چندین روز و حتی بیش از یک هفته صرف این مسئله شد که میز کنفرانس، میز که مذاکرات باید چی شکل داشته باشه و کی در کجا بشینه. هنوز این مسائل مشخص نیست، هنوز این مسئله مشخص نیست که مذاکرات در کجا باید صورت بگیره، اما گفته میشه که در ماه مارچ، در اوایل ماه مارچ این مذاکرات صورت خواهد گرفت. اما من نگران این هستم که اگر بسیار زیاد به مردم اطمینان داده شود که مذاکرات به زودی به نتیجه خواهد رسید، در حقیقت یک نوع اغفال خواهد بود. مذاکرات شاید دشوار باشه و زمانگیر باشه، یه طور مذاکرات نیست که ما بگوییم که در ظرف چند روز به نتایج مطلوب خواهد رسید. بله. بنابراین باید ذهنیت ها در رابطه روشن باشه که مذاکرات دشواری در پیش است. بله، ممنون و تشکر از شما آقای مجده و از تحلیلی که در قبال این موضوع را دادین. قابل تذکر است که امیدواریم در طول برنامه بتونیم آقای زلمه خلیلزاد، سفیر سابق ایالات متحده در افغانستان و عراق را داشته باشیم تا واکنشی به گفته های آقای مجده و تحلیل را در قبال این موضوع را بتن.